سلام و وقتتان بخیر بینندگان گرامی، به یک بحث خبری دیگر از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. چندین منبع معتبر میگن که پست فیسبوکی زهره یوسف داوود در مورد داوود سلطانزوی شاروال پیشین در دوری اشرف غنی با واکنش های تند سلطانزوی روبرو شده است. منابع میگن روز گذشته و به مناسبت اپریل فول یا روز دروغ، زهره یوسف داوود در پست فیسبوکیش نوشت که سلطانزوی وفات کرده است. این موضوع خشم شدید سلطانزوی را برانگیخته و او از ترکیه به زهره یوسف داوود تماس گرفته و او را به شدت دشنام داده است. سلطانزوی به زهره یوسف داوود گفته است که به خاطر احترام فرزندان چیزی نمیگویم و الا فیلم های از تو به دستم رسیده است که مرا در مدت یک سال به اندازه 20 سال پیر کرده است. زهره یوسف داوود اما در جواب سلطانزوی گفته است خیال نکن که من هم دست روی دست گرفته و در مورد تو اسناد ندارم. به گفته زهره یوسف داوود در دوره شاروالی دودکش دارد. وقتی کسی به شاروالی کابل میرفت فکر میکرد که خودت در بهشت و در میان حوران بهشتی و رنگارنگ قرار داری. زهره یوسف داوود به سلطانزوی گفته است که کاش هیچ پیوندی میان من و تو نبود و الا امروز فیلم های غیر اخلاقیت را منتشر میکردم که تا اکنون کسی ندیده و آن وقت مجبور میشدی که خودکشی کنی. زهره یوسف داوود به سلطانزوی گفته است که هم اکنون در ترکیه نیز در لجن غرق شده ای و روزی با کمال ذلت از بین رفته و نابود خواهی شد. اما خوب است که کمی وجدان داشته باشی و بیش از این از پولهایی که دزدی کرده و به ترکیه برده ای در راه نادرست استفاده نکنی. منتقدان سلطانزوی اما میگن که او باید محکمه میشد و در دوره جمهوریت نیز بارها به عدم رعایت قوانین و مقررات، اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی، مقرری های غیر قانونی از طرف دادستانی اختصاصی ابتدایی، مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی و فساد اخلاقی متهم شده، اما این موضوع با مداخله مستقیم اشرف غنی و اطرافیانش نادیده گرفته شده و هیچگاه سلطانزوی محکمه نشد و سرانجام فرار کرد. از سوی هم مسئولان محلی طالبان در سمنگان میگن که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در این ولایت بیش از 1000 رسم واشی تلف شدن. به گفته کرام‌الدین محمودی، عامر مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت طالبان در سمنگان، سیلاب مدهش روز گذشته شنبه 12 حمل در ولسوالی رویدوآب و روستای قوچنهال شهر ایبک مرکز این ولایت منجر به مرگ مواشی شده است. با گفته او در این دو منطقه 1070 رسم واشی تلف شدند. گفته شده است که این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است. در همین حال منابعی از منطقه کلال ولسوالی اندهوی ولایت فاریاب میگن که شب گذشته محافظ مکتب در ابتدا از سوی افراد ناشناس کشته شده و مکتب دخترانه نیز به صورت کامل سوخته است. طالبان اما میگن که کسی حمله نکرده و این مکتب بر اثر شارتی برق سوخته و از بین رفته است. از سوی هم ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در سخنان تازه‌ای گفته است که داعش دیگر تهدید بزرگی برای افغانستان نیست. او در مصاحبه تازه‌اش با صدای آمریکا گفته است که نیروهای امنیتی طالبان توانستند تا داعش را از بین ببرند و این گروه آنگونه که سال قبل بود دیگر تهدید بزرگی برای افغانستان نیست. همچنین منابع محلی از ولایت میدان وردک میگن که در پی انفجار مهمات بجامانده از جنگ در ولسوالی سیدآباد میدان وردک دو کودک جان باختند. دفتر والی طالبان در میدان وردک گفته است که این رویداد روز شنبه 12 حمل در تنگیدره ولسوالی سیدآباد رخ داده است. و گفته این دفتر این رویداد ناشی از انفجار گلوله راکت بوده و جان دو کودک خواهر و برادر را گرفته است. گفته شده است که این گلوله بجا مانده از جنگ به خانه این کودکان انتقال داده شده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یعنی یونیسف میگوید که در سال 2022 بیش از 700 کودک به دلیل مهمات منفجر نشده و بقایای جنگ در افغانستان کشته یا معلول شدند. گزارش دیگر این که وزارت معادن و پترولیم طالبان میگوید که در سال 1401 بیش از 17 میلیارد و 487 میلیون افغانی
آید داشته که به تناسب سال گذشته 583% بیشتر است. این وزارت گفته است که آید سال 14 بیش از 2,559,000,000 افغانی بود. برخی از منتقدان طالبان اما میگن که این آمار واقعی نیست و طالبان میکوشند تا با انتشار گزارش ها وضعیت را نرمال و حتی بهتر از گذشته نشان دهند، اما وضعیت زندگی و فرار مردم خود بهترین شاهد وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان است. همچنین منابع محلی در ولایت نورستان از فارغ التحصیلی دختران از آموزش‌های صحی در این ولایت خبر دادند و گفتند که با گماشتن این دختران آموزش دیده مشکلات صحی باشندگان این ولایت کاهش خواهد یافت. سیف الدین لیتون سخنگوی والی نورستان گفته است که با کمک مالی کمیته سوئید 16 تن از دختران در ولسوالی نورگام در غرب ولایت نورستان از آموزش‌های 2 ساله صحی فارغ و در مراکز مختلف صحی این ولایت به وظایف گماشته شدند. از سوی هم عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از بازگشت بیش از 800,000 تن از ایران به کشور خبر داده و گفته است که مهاجرت غیرقانونی و نداشتن اسناد از علتهای اخراج شهروندان کشور از ایران عنوان شده است. پیش از این سفارت ایران در افغانستان گفته بود بیش از 6 میلیون شهروند افغانستان در ایران به سر می‌برند که نزدیک به 2 میلیون آنان سند اقامت ندارند. خبر دیگری که پس از آنکه روسیه ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده گرفت و با مخالفت برخی از کشورها از جمله اوکراین مواجه شد، دیمیتری پولیانیسکی معاون نماینده دائمی مسکو در سازمان ملل متحد گفته است که تلاش کشورهای غربی برای تحریک روسیه محکوم به شکست است. خبرگزاری تاس گزارش داده است که معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد این مطلب را روز شنبه 1 اپریل در کانال تلگرام خود بیان کرده است. پولیانسکی اطمینان داده است که روسیه در سمت ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد با صداقت عمل خواهد کرد و گزارش اخیرین که ریاست هواشناسی از احتمال برفباری نسبتاً سنگین، بارندگی شدید همراه با رعد و برق و سیلاب‌های آنی در روزهای یکشنبه و دوشنبه در افغانستان و در 27 ولایت کشور هشدار داده است. این ریاست از تمامی شهروندان کشور خواسته است که مواظب رفت و آمدهایشان باشند و در صورت مسافرت تدابیر لازم را پیشاپیش اتخاذ کنند. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. ممنون که تا این دم با ما همراه بودید. تا برنامه دیگر شاد و پیروز باشید.